سلام، من اسماعیل نوریالا هستم و این هفته تکی زده بر جای خانم شکوه میرزادگی فقط چند دقیقه ای رو در خدمت شما خواهم بود، چرا که این هفته مصادف است با سالگرد مرگ یکی از شریفترین و والاترین روشنفکران کشورمون که در آرزوی دیدار وطن زنده بود و دریغ و درد که وطن رو ندیده در همین قربت چشم از جهان فرو است. منظورم نادر نادرپور است، شاعر توانا و اندیشمند و مبارز فرهنگی گرامی و بزرگ کشور ما که پس از گذشت چند سالی از مرگش هنوز داغش در دلهای ما تازه است. نسل جوان کشور ما اگرچه با شعر مشهور کهن‌دیارای او با صدای گرم داریوش اقبالی آشناست، اما هرگز این فرصت پیش نیامد که خود او را در حضور و یا از طریق این تلویزیون ها ببینه و در نتیجه خانم میرزادگی و من تصمیم گرفتیم که برنامه این هفته رو کلن اختصاص بدیم به صدا و سیمای او که حامل اندیشه روشن و روشنگر او هستند و این صدا رو به گستره سرزمینی برسونیم که ناجوان مردانه از او دریغ شد، صدای سخنی که هنوز بوی کهنگی در اون راه نیفته. پس یاد نادر نادرپور رو گرامی می‌داریم و امروز شما رو به میهمانی سخنان او دعوت می‌کنیم. سخنانی که 10 سال پیش وقتی به همراه یار و همسر گرامیش به دعوت انجمن پویشگران به شهر ما دنور آمد، برای ایرانیان عضو انجمن بر زبون راند و از تشابهات دو حرکت سخن گفت، یکی در اروپا و یکی در ایران. منظور از رویارویی دو حرکتی است که یکی نامش رنسانس هست و یکی نامش انقلاب مشروطیت. یکی در اروپا اتفاق افتاده در پایان قرن 15 و اوائل قرن 16 و یکی در ایران اتفاق افتاده در آغاز قرن 20، چون هر دور به قرن مسیحی گفتم، بنابراین گفتم که قرن 20 اونها هم قرن 15 و 16 که در این حال فاصله این دو حادثه یا این دو حرکت بر شما روشن باشه. رنسانس رو بدون تردید شما هم نامش رو شنیدید هم درباره اونچه که بوده است خوانده اید، حالا کم یا زیاد. اما من قصد ندارم که کلن درباره چنین جنبشی با اون همه عظمت به این کوتاهی صحبت کنم، چنین کاری ممکن نیست. اونچه که قصد دارم درباره رنسانس بگم این است که این حرکت از اسمش معلومه که چرا اتفاق افتاد، چون کلمه رنسانس که یک کلمه فرانسه هست و عیناً در ایتالیاییش هم ریناشیمنتو، هر دوی اینها به معنی نوزایش یا بازایش یا نوزایی یا تولد تازه، همه اینها رو نام دربر میگیره. منظور از این تولد چیه که یک بار بوده است و حالا در رنسانس دوباره ایجاد شده؟ تکرار این تولد اون چی بوده که به دنیا آمده بوده و یک بار یا مرده بوده یا به هر حال به وضعی رسیده بود که رنسانس دوباره میخواد اون رو احیا بکنه؟ رنسانس اصولا یک جنبشی بود که قرون وسطا رو پایان داد، برای اینکه قرون وسطا با همه مظاهر فرهنگیش در اروپا یک ویژگی بزرگ داشت که این ویژگی تسلط مذهب مسیحی رو بر اروپا نشون میداد. یعنی در واقع تمام قرون وسطا که در حدود 1000 سال طول کشید با جنگ‌های صلیبی، با زیر و بم‌های عجیب و غریب، با کشتارهای نوع سن بارتلمی و خیلی چیزهای دیگه که الان جای گفتنش نیست، همه اینها دورانی رو نشون میده که کلیسا به عنوان نماینده مذهب مسیح بر همه حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اروپا تسلط مطلق داشت. بدون
حکم کلیسا هیچ اتفاقی نمیتونست بیفته. نه تنها پادشاهان مجبور بودند که فرمان بردار پاپ ها باشند، بلکه علما، هنرمندان و همه اینها هم به چنین کاری مجبور بودند. من فقط برای شما یادآوری میکنم بدون اینکه وارد جزئیات بشم که محاکماتی که در تاریخ مستور هست مربوط به دین نیست. مثلا گالیله ایتالیایی وقتی که گفت زمین به دور خورشید میگرده، این هیچ ارتباطی به مذهب نداشت، ولی کلیسا بود که وظیفه خودش دونست که او رو عرض کنم که محاکمه بکنه. درباره جوردانو برونو و اون ایتالیایی معروف، فیلسوف معروف ایتالیایی و خیلی از کسان دیگه باز مجالش الان نیست، اینا هیچ کدام حرف مذهبی نمی زدن، درباره علوم یا درباره فلسفه حرف می زدن، ولی اونها محکوم شدن توسط اون چیزی که نامش انکیزیسیون بود، یعنی بازرسی مذهبی، بازرسی عقیدتی. در واقع میخوام بگم که کلیسا مستولی بود بر تمام حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اروپا، و اروپا در اون زمان در واقع یک واحد بود، گرچه نام همین ممالکی که ما امروز میشناسیم اون روز هم وجود داشت، اما مجموعاً یک واحد بزرگ رو تشکیل میداد. به خصوص که هنوز مسئله تقسیم بندی دینهای، یعنی دو فرقه بزرگ مسیحی مثل کاتولیسیسم و عرض کنم که پروتستانتیسم، به صورتی که امروز بر ما روشنه، هنوز اون موقع روشن نبود. به این ترتیب یک واحد بزرگ مذهبی بود سراسر قاره اروپا که زیر سیطره کلیسا اداره می شد. به همین دلیل است که حتی نقاشان وقتی که می‌خواستند پیکر برهنه رو بسازند اجازه نداشتند، بنابراین شروع کردند به یک، یعنی تمهیدی اندیشیدن در واقع که بتونن پیکر انسانی رو بر پرده نقش بکنن، و این از این راه حاصل شد که برای اینکه کلیسا دم فرو ببنده و اعتراضی به این کار نکنه، آمدن پیکر مصلوب مسیح رو شروع کردن به کشیدن که دیگه کلیسا نتونه اعتراض بکنه. یعنی برای اولین بار پیکر برهنه انسانی، اونم پیکر مرد، پیکر مسیح بود، برای اینکه کلیسا نتونه اعتراض بکنه. البته پیکر زن که خیلی بعدها در تابلوها راه یافت. اما در هر حال نکته ای که بنده میخوام بگم این است که چنین واحدی که تحت سیطره کلیسا اداره میشد در یک جایی قیام کرد بر ضد این سلطه. اون موقعی بود که اروپا متوجه شد و بعد کم کم تونست راه پیدا بکنه از طریق خیلی عجیبی به فرهنگ بومی قبل از مسیحیت. فرهنگ بومی اروپا، فرهنگ اصلی اروپا که پیش از مسیحیت سیطره داشت، فرهنگ یونان بود و طبعا بعدش فرهنگ و تمدن روم. یعنی مسیحیت این دو فرهنگ رو که اولیش یونانی بود و بعد رومی، این رو از یادها برده بود. زبان یونانی و زبان لاتینی که زبان روم قدیم بود هیچ کدوم تدریس نمیشد در مدارس، هیچ کس حق نداشت اینا رو بخونه، فقط خود کشیش ها یعنی اصحاب کلیسا بودند که می توانستن این زبان ها رو تحصیل بکنند. بنابراین تمام آثار بزرگ فکری یونان که امروز هر اروپایی باش آشنا هست، یعنی آثار از افلاطون بگیرید، یعنی از کنم که فیلسوفان ما دیگرای ما قبل افلاطون و ارسطو تا بسیاران افلاطونیان نو و همه اینها هیچ کدام در دسترس مردم اروپا نبود، چون کلیسا جلو اینها رو سد کرده بود. راهی که اروپایی ها دوباره با این فرهنگ خودشون آشنا شدن، با کمال تعجب، راه ترجمه این آثار در اون روزگار به زبان عربی بود. برای اینکه ایرانی ها در آغاز تسلط اسلام بسیاری از این آثار رو به زبان عربی که اون روز زبان خلافت اسلامی بود و زبان رسمی تمام خلافت اسلامی بود ترجمه کرده بودن. البته فقط ایرانی هم نبودن، ولی اکثرش ایرانی ها بودن.
و شرح نوشته بودند، از جمله مثل کسی مثل فارابی، مثل ابن سینا و دیگران. و اروپایی‌ها از راه این ترجمه‌های عربی پی بردند به این کتاب‌هایی که در واقع یونانی بود، به یونانی نوشته شده بود، و از این راه شروع کردن تجهیز فرهنگی کردن. و یواش یواش، حالا این تاریخ اگه وارد این قصه بشم خیلی طولانی میشه، اون خادمان کلیسا، تامپلیه ها به اصطلاح، به عنوان مبارزان جنگ های صلیبی می آمدن به شرق که با مسلمانان جنگ بکنن، ولی در واقع هدفشون این بود که به شرق بیان، که اون زمان این ترجمه ها در اختیارشون بود و اینها رو یاد بگیرن با بسیاری از علوم دیگه مثل علوم خفیه یا علوم غیبی و خیلی از چیزهایی که اون زمان به هر حال در خلافت اسلامی وجود داشت ولی در قلمرو کلیسا ممنوع بود، اینها رو دوباره بردند اروپا و به مردم معمولی شروع کردن یاد دادن. خادمان کلیسا یعنی بچه هایی بودند که پدر مادرها اونها رو وقف کلیسا میکردن و اینها کارشون شمع افروزی یا نظافت درونی کلیساها بود. اینها بودند که به عنوان مبارزان جنگ های صلیبی راهی شرق میشدن و خیلی چیزها رو یاد میگرفتن. البته فقط از این راه نبود، از راه های نظیر این. میخوام خلاصه بکنم که وقتی این آثار از زبان عربی برگشت و دوباره به زبانهای اروپایی آمد و بعد کم کم با زبان اصلی خودشون که یونانی و لاتینی قدیم بود آشنا شدن، اون وقت نهضت رنسانس در گرفت و هدف رنسانس بازگشت بود به فرهنگ بومی اروپا. به همین دلیل کلمه رنسانس که به معنی نوزایش یا بازایشه، یعنی زادن دوباره فرهنگ قدیم اروپا که همون فرهنگ یونانی بود. وقتی که به این مرحله رسیدن تونستن که مسیحیت رو با همه تسلطی که داشت در واقع به اصطلاح فرنگیش پای دیوار قرار بدن و تسلط و چنگال او رو از روی علوم، هنرها، فرهنگ و سیاست کوتاه بکنند. و از اون به بعد بود که تجدد و اصولا این چیزی که ما امروز از اروپا میشناسیم شروع کرد، یعنی آغاز شد. رنسانس آغاز تمام ترقیاتی بود بر پایه چه چیز؟ بر پایه بازگشت اروپا به فرهنگ بومی خودش که فرهنگ ما قبل مسیحیت بود. البته معنی این حرف این نیست که اون چی که مسیحیت به اروپا داده بود زائل بشه، ولی بازگشت به سوی اون بود با استفاده از اون چی که مسیحیت به اروپا ارمغان کرده بود، که البته نسبت به گذشته اون چی ارمغان کرده بود ناچیز بود اگر بسنجیم نسبت به اون چی که فرهنگ یونان به اروپا داده بود. بنابراین حرکت اولی که من اینجا نام بردم ازش رنسانسه، که هدفش یکی جدا کردن دین بود از حکومت، برای اینکه دین نتواند از راه حکومت تسلط داشته باشه بر جان و مال و هستی آدم ها، و وقتی این قدرت ازش سلب بشه به طریق اولا نتونه تسلط داشته باشه بر علوم، بر تجربه ها، بر آزمایش هایی که بنابود بشه تا به یک جایی برسه. چون مثلا تشریح اون چیزی که امروز میگیم اتوپسی، یعنی کالبد رو، جسم بدن مرده انسان رو بایستی ببرن تا بفهمن که این از جهت آناتومی، از جهت ساختمان چه عناصری داره، یا از جهت بیماری ها چه اتفاقاتی در بدن افتاده که موجب مرگ شده، این رو کلیسا اجازه نمیداد. این از زمانی که کلیسا قدرتش پایان گرفت علم طب شروع کرد این کارها و این آزمایش ها رو کردن. چون که گفتم در مورد نقاشی همین اتفاق افتاد، یعنی از زمانی که نقاش ها تونستن با اون تمهید انسان رو و بدن انسان رو به عنوان مسیح اول نقاشی کردن و بعد کم کم آدم‌های دیگر و جنگجویان و بعد آدم‌های معمولی و اینها رو، به این ترتیب رنسانس آغاز شد. پس هدف اصلی رنسانس یکی آزادی بود، آزادیشون رو از این راه به دست آوردن که دست مذهب رو کوتاه بکنند، تسلط مذهب رو، و برسند به آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های فرهنگی و آزادی‌های هنری،
دوم این بود که این آزادی رو توأمه با ترقی کنن، یعنی نه فقط آزاد باشن بلکه آزادی به کار پیشرفت روزمره شون بیاد. این دو هدفی بود که رنسانس به وجود آورد و دنبال کرد و نتیجه این هدف اروپایی بود که بعد به هر حال بر دنیا از جهت فرهنگی و از جهت تمدن مسلط شد، که همین آمریکایی هم که ما توش زندگی میکنیم دنباله منطقی همون رنسانس، همون فرهنگ است که اینجا آمد به وسیله مهاجران اروپایی که آمدن و آمریکا رو گرفتن و همون تمدن و فرهنگ اروپا رو در اینجا رایج کردن. اما حرکت دومی که شاید به نظر بسیاری از اشخاص هیچ مشابهتی نداشته باشه با رنسانس، به خصوص که یک فاصله لاقل چهار قرنی اینها را از هم جدا میکنی، یکی در قرن اواخر قرن 15 هم اوائل قرن 16 هم اتفاق افتاده و دیگری در اوائل قرن 20 هم. اما بنده میخوام اینجا عرض بکنم که در این حرکت دوم هدفها همون هدفهای بوده است که در رنسانس بوده. چرا؟ برای اینکه متفکران و مبشران اصلی مشروطیت ایران، به خصوص اون چارتایی که صاحب تألیفات هستند و در واقع تفکر مشروطیت از اونها سرچشمه گرفته که عبارتند از میرزا فتحعلی خان آخونزاده، میرزا خان کرمانی، ملکم خان و میرزا عبدالرحیم خان طالبوف تبریزی، این چهار نفری که صاحب تألیفات هستند و اصلا فکر مشروطیت از کتابها و گفتارهای اینها سرچشمه گرفته، همه اینها در دو مطلب با وجود بعضی اختلاف سلیقه هایی که با هم داشتن متفق بودند. یکی این که کوشششون این بود که قدرت دین رو از حکومت جدا بکنن. این قدرت دین رو از حکومت الان که میگیم شاید برای بسیاری از شما و بسیاری از کسانی که در ایران هم هستند قابل لمس باشه و متوجهش بشید که یعنی چی. اما در اون زمان اصلا این برای مردم معمولی قابل لمس نبود. چگونه ممکن بود به مردم کوچه و بازار گفته بشه که ما میخواییم دین رو از دولت و از حکومت جدا بکنیم؟ این خودش موجب خون ریختن آنی کسانی میشد که این حرف رو میزدند. بنابراین اینها هوشیاری روشنفکرانشون در این بود که این قصد خودشون رو ترجمه کردند به زبانی که مردم معمولی اون رو بفهمه. اینها نیومدن بگن ما میخوایم حکومت، در حالی که در کتابهاشون در افکارشون کاملا مشهوده. امروز هم که ما این آثار رو میخونیم میبینیم که با چه شجاعتی حرفای خودشون رو در کتابها نوشتن، ولی میدونستن که این کتابها مال خواصه، یعنی مال یک عده معدودی است که میتوانن کتاب بخونن و از همه مهمتر از اون میتونن این مطالب رو بفهمن، هضم کنن. ولی بر مردم عادی که نه سواد داشتن کتاب بخونن و اگرم سوادش رو داشتن، سواد اندکی داشتن، عقلشون به این مسائل نمی رسید، این رو مجبور بودن ترجمه بکنن، ترجمه به زبون خود اونا. چی گفتن؟ گفتن ما میخوایم یک دارالشورا برای شما درست بکنیم، اونجا خود شما نمایندگانی از خودتون انتخاب کنیم برن اونجا بشینن، برای شما قوانینی به نفع شما قانون درست بکنن، منافع شما رو با اون قوانین حفظ بکنن و شما همه در مقابل اون قوانین یکسان باشید، یعنی تبعیضی درباره کار شما اعمال نشه. معنی عمیق این رو اگر بشکافیم این بود که قانون گذراندن از مجلس شورایی که نمایندگانش رو مردم انتخاب میکنن، یعنی گذاشتن قوانینی غیر از قوانین شرعی، یعنی غیر از قوانین مذهبی، چون تا اون موقع قوانین مذهبی بود که همه حکم‌ها رو میداد. از قوانین مذهبی از گناهان شخصی پاداش میداد تا گناهان جمعی، یعنی هر نوع جرم و جنایتی در این محکمه ها مطرح میشد، هر نوع چیزهایی که مذهب به نام گناه میشناسه باز در این دادگاه ها، اگر بتونیم اسمشو بزنیم، در این محاکم شرعی چیز میشد که الان هم نمونه هاش رو دوباره در ایران برقرار کردن. بنابراین وقتی قوانین عرفی ایجاد میشد، یعنی قوانینی که به دست نمایندگان مردم چیز میشد، طبعا در مقابل قوانین شرع
قانونهایی میومد که اونها لازم الاجرا بود. این پایه این بود که کم کم دین رو از حکومت جدا بکنن. اما مسئله‌ای که اینها داشتن و شباهتی که با متفکران رنسانس داشتن رو هم بایستی بنده عرض بکنن. از کتاب‌های اینا امروز هم که ما می‌خونیم کاملا برمیاد که اینها یک پلی زده بودند که یک پایش در ایران باستان بود و یک پایش در اروپای اون زمان. به عبارت دیگه اگر شما آثار اینها رو دقیق مطالعه بفرمایید می‌بینید که اینها یک نوع شیفتگی حیرت انگیز به ایران ما قبل اسلام داشتند، اما نه به ایران جنگاور و ایرانی که میرفت فتوحات عجیب و غریبی میکرد. خب اونم به جای خودش، البته راجع به استواری حکومت مثلا هخامنشیان یا قدرت اداری و نظامی ساسانیان هم خیلی حرف زدن، اما بیشتر به تفکر ایران قدیم خیلی پابند بودند و براشون اون خیلی اهمیت داشت. حالا میبینید که بین دو جنبش رنسانس و مشروطیت عجیب شباهته، یعنی اینکه اینها میخواستن دین، یعنی دخالت دین رو از دولت و حکومت دور کنن، عیناً چیزی که خود طرفداران یعنی برپا کنندگان رنسانس هم میخواستن، برای اینکه بتونن آزادی و ترقی رو که دو جنبه اصلی انقلاب مشروطیت ایرانه، درست همون دو جنبه که رنسانس هم داشته، که آزادی داشته باشن چه در گفتار، چه در نوشتن، چه در سیاست و چه در همه اینها، اینو داشته باشن، ولی این آزادیشون رو به ترقی داشته باشه و ترقی رو در این میدیدن که ایران بایستی برسه به اروپا، به دلیل که اگر خودش سیر طبیعی میکرد قبلا به اونجا رسیده بود، ولی حالا که به دلیل این تسلط یک دین خارجی جلوی این گرفته شده، حالا ما باید کوشش بکنیم که با دور نگه داشتن این دین از حکومت دوباره اون راه رو هموار بکنیم و با آزادی که به دست میاریم ترقی رو دنبالش بریم. بنابراین آزادی و ترقی یا تجدد، هرچی اسمش بذاریم، دو نکته‌ای بود که متفکران مشروطیت می‌خواستن. چرا این شباهت موجوده؟ برای اینکه بنده هرچی که در سالهای به خصوص اخیر، قبلا هم این، چون مشروطیت به دلایلی که الان جای گفتنش اینجا نیست، همیشه مورد علاقه من بوده. شاید این لطف گرانی که دوست عزیز من نوری علا درباره من کرد، درباره اینکه یک چیزی رو از قدیم من دنبالش بودم، همین امری بود از که من در ذهنم از خیلی کودکی با مسئله انقلاب مشروطیت برام خیلی جالب بوده، نه به اون روشنی که الان دارم با شما حرف میزنم، الان جای بحثش این نیست، اما منظورم این است که هرچه من امروز از چند سال پیش بیشتر میخونم، میبینم که اینها روشنفکران به معنی دقیق کلمه بودن و کاملا آشنا بودن با این که، یعنی دلشون میخواسته که در ایران یک رنسانس ایجاد کنن. اصلا مشروطیت در ذهن اینها یک رنسانس بوده، میخواستن همون چیزی رو که در اروپا بوده در ایران ایجاد بکنن. متاسفانه به دلایلی که فقط خلاصش رو اشاره میکنم، کوشش اینها تا مقداری مقرون به واقعیت و شد و به تحقق پیوست، ولی مقدارش نشد، به دلیل اینکه اون فرهنگ آماده و غنی و قویی که برای اروپا موجود بود به صورت تدوین شده در پشت سر اینها قرار نداشت. برای اینکه اون موقع هنوز آگاهی های ما از ایران باستان بسیار اندک بود و اون فرهنگ تدوین شده و اون کتاب هایی که کتاب های افلاطون و ارسطو و دیگران که فرهنگ اروپا رو معرفی میکرد و اونها به زودی تونستن تکیه بر اون بکنن، در نزد ایرانی ها با نسبت در چیز گذشتهشون هنوز وجود نداشت. دوم این که متاسفانه با وجود که اینها تونستن توده مردم رو با ترجمه کردن حرفاشون به زبان مردم در واقع جذب بکنن و حتی آدم های خودجوشی مثل ستارخان و باقرخان رو به حرکت در بیارن و به پشتیبانی خودشون باردارن و بخشی از
به اصطلاح دستاربندان یا روحانیت رو هم به این طرف بکشن برای اینکه بتوانند در توده مردم تأثیر بکنن، ولی به دلایل فشارهای خارجی و خیلی اتفاقاتی که تاریخ میگه و من لازم نیست اینجا تکرار کنم، انقلاب مشروطیت در قسمت آزاد کردن، یعنی اون آزادی که میخواست، ناموفق بود. انقلاب مشروطیت نتوانست آزادی کامل رو چه از لحاظ بیرون کشیدن دولت از چنگ مذهب به صورت کامل و چه از لحاظ آزادی بیان، آزادی عقاید، آزادی اجتماعات، آزادی گفتار، اینها رو فراهم کنه. اما قسمتی دیگر از چیزهایی رو که میخواست عملی کرد، یعنی دادگستری ما اندک اندک از دست عرض کنم که مذهب خارج شد، یعنی اون محاکم شرع جای خودشون رو سپردن به محاکم حقوقی، یعنی کسانی که بالاخره درس حقوق باید میخوندن قاضی میشدن و بر اساس یک قوانینی حکم میدادن. در این دادگستری که در زمان پهلوی ها در واقع درست شد، نقص های فراوان وجود داشت، تردیدی نیست، ولی مسلم این بود که این بر اساس اون فکری بود که مشروط خواهان میخواستند، یعنی میخواستند یعنی میخواستند که دادگستری جدا از محاکم مذهبی و چیزهای حکم‌های شرعی و فتواها باشه. این اتفاق افتاد با همه نقصایی که بود. آموزش و پرورش ما از دست باز دستاربندان و از دست اون مکتب‌خانه‌های قدیمی خلاص شد، یعنی کسانی پیدا شدند که در به بچه‌ها فیزیک و شیمی و بقیه چیزها رو درس میدادن، نه فقط عرض کنم که بخشی از کلام الله یا مثلا نمیدونم فقط چیزی از گلستان سعدی یا اینها. مدارس به شیوه نو آغاز شد. بنابراین قسمتی از آرمان‌های مشروطه‌خواه که مربوط به تجدد بود